کردیم داری از قصه دق میکنی خانوم. التماس کردیم، بابا گفت میتونه برگرده خونه. یعنی چی؟ یعنی منو بخشید؟ فقط گفت میتونی برگردی خونه. قرار شده چند وقت جلوی چشمش آفتابی نشی. صالح خان. گلفام خانم، مزاحمتون شدم. اختیار داری، لطفا بفرمی. ممنون. به سلامتی آزاد شدین، خدا رو شکر. خیلی ممنونم گلفام خانم، به لطف شما. نمیدونم چطوری جبران کنم. این چه حرفیه؟ شما خیلی به گردن خانواده ما حق دارین. شما خیلی برای پدرم زحمت کشیدین. راستش گلفام خانم، یه اتفاقی افتاد که اصلا خوشم نیومد. خود شاهد، خیلی از این بابت ناراحت و خجالت زدم. سعی کردم هر کاری که از دستم برمی اومد انجام بدم، ولی متاسفانه نتونستم جلوی بعضی چیزها رو بگیرم. تو زندگی از این اتفاقا میفته. هر چه قدم تلاش کنیم چیزایی پیش میاد که نمیتونیم مانعشون بشیم. مثل پدرتون فهمیده با بزرگوار این گلفام خانم، مایه افتخار انور خان هستین. کاری از دستم برمیاد که براتون انجام بدم. خدا خیرتون بده، ازتون ممنونم. زیر سایه شما ما بقیه عمرمو تو زندان نگذروندم. میدونم پول دیارم شما پرداخت کردین، اما من اون پولو به عنوان قرض قبول میکنم. ببخشید، راجع به چی صحبت میکنی؟ راجع به دیه‌ای که نامادری مرد خواسته بود. من اصلا خبر ندارم. خبر ندارین؟ مگه شما 200,000 تا رو پرداخت نکردین؟ نه آقا صالح، من میدونم شما چقدر آدم مغروری هستین. امکان نداره بدون این که از شما بپرسم همچین کاری بکنم. پس این پولو کی داده؟ نمیدونم. میتونین به وکیل زنگ بزنین ازش بپرسین. چیز دیگه ایم هست گلفام خانم؟ ما به حد کافی براتون درد سر درست کردیم. من اینجا رو مثل خونه خودم میدونستم، ولی بهتره که ما دیگه اینجا نمونیم. نمیخوام بیشتر از این شرمنده شما بشن. اگه بلایی سرش میمد من میمردم. نمیتونستم زنده بمونم. جهان میخواد بهش پیشنهاد ازدواج بده. میگه اگه ازدواج کنه گل رو میتونه اونجا بمونه. صالح خان، به نظر من فعلا زندگیتون رو به هم نریزین. روزای خیلی سختی رو گذروندین. اول خودتون رو جمع و جور کنین، بعدش اگه بازم همین حس رو داشتین میشینیم در این مورد با هم صحبت میکنیم. باشه گلفام خانم، خیلی ممنونم. به خاطر همه چیز واقعا ازتون ممنونم. خواهش میکنم. با اجازتون. الو، سلام آقا شاهین. سلام، حالتون چطور گلفام؟ خوبم ممنون، شما چطوری؟ متشکرم. آقا صالح آزاد شد؟ بله میدونم، الان پیشم بود. به خاطر همه ی زحماتتون خیلی ممنونم. یه خواهشی ازتون داشتم. البته بفرمایید. میخوام آقا صالح
بدونه که پول دیه رو امید پرداخت کرده. فکر میکنم الان باهاتون تماس بگیره. ولی چطور ممکنه؟ آقا امید نمیخواستن کسی از این جریان مطلع بشه. درسته، حق با شماست، ولی یه وکیل دیگه که پیش شماست میتونه تلفن رو جواب بده، مگه نه؟ درسته گلفم خانم. خب مثلا یکی که نمیدونه آقا امید میخواد این موضوع پنهون بمونه، اون جواب بده. باشه، هر طور میلتونه. عالیه، خیلی ازتون ممنونم. روز بخیر. روز بخیر. گلفام خانم بابا جونم، فعلا اینجا میمونیم، بتونم کار جدید پیدا کنم میریم. با فهمیدگی و خانومیش باز منو شرمنده کرد، پیشش آب شدم و رفتم تو زمین. خدا خیرش بده. مسعود دخترم، به این وکیل زنگ بزن ببینم چی شد. اینطوری شد، خواهش میکنم یک کاری بکنید. خواهش میکنم آبچی، من بدون تو میبینم. آبچی تو رو خدا تنها تو، خیلی دوست دارم. جان آقا امید اومده. آبچی من بدون تو نمیتونم زنده بمونم، نمیتونم. یه این از این طرف، از این طرف تو رو خدا. چی شده؟ بودو این عجله کنی، برو قفه میشه، عجله کنی جهان آروم باش. خیلی خوب جهان، تو آروم باش. نترس جهان. جناب وکیل، پول دیه ای که ناجی گنجار خواسته بود و کی داده؟ گلفام خانم داده دیگه. باشه، خیلی ممنون. بابا چی شد؟ چی گفتن بابا؟ دیار آقا امید داده. آقا امید داده؟ وینتون چی گذشته که حاضر شدم چی پولی بده؟ خبر ندارم بابا. به خدا راست میگه، ما حتی رفتیم خونه ناجی خانم التماسش کردیم، گفتیم خونه رو به اسمت میکنیم، ولی گفت پول گرفته. بابا من با وکیل حرف زدم، کسی که دیه رو داده خواسته ناشناس بمونه. اصلا ما فکر کردیم گلفام خانومه، حتی گلرو رفت ازش تشکر کرد. ببین به خاطر تو چیا به سرمون اومد دختر، بازم با بیشرمی داشتی بغلش میکردی. واقعا که گلرو، گل رو حالا حالش خوب میشه، کمکش کن. الان آروم میشه. بهتری؟ امید خان، میخواییم ببریمش تو اتاقش، اونجا راحت تره. من میبرمش جهان، من میبرمش جهان، من میبرمش، من میبرمش والا، میتونم. خواهر جونم مواظب سرش باش، بیارش خواهر جونم. گلفام تموم شد. گلفام، گلفام جون، حالش بهتره؟ ضربانت اومده پایین، داره به حالت نرمال برمیگرده. من میخوام برم همون. من کمکت میکنم. نه نه جهان، جهان کمکت میکنم. من میتونم کمکش کنم.
من هستم. بیا خواهر جونم. بیا بلند شو. بیا. امید تو باید بری سر کار. گلفن وقتی تو حالت بهتر شد اون وقت میرم. نه خالده. چی شده گلفن خانم؟ اون اتاق چرا تو این وضعه؟ چرا همه جا ریخت و پاشه؟ گلفن زربانه داره میره بالا. خواهر گلفن بیا بشین رو تخت. بیا اینجا. نه من میرم هموم. میخوام دوش بگیرم. بیا باشه. فقط آروم باش. تو فقط آروم باش. بیا. حسین مگه صاحب بونگو تو نیستی؟ مستاجرم که تو پیدا کردی. به من ربطی نداره. باید نجاتم بدی. نه بابا گفتم که زنگ زدم. نه حسین مرتی که حرف سرش نمیشه. تلفن روم قطع کرد. الانم زنگ میزنم جواب نمیده. اه. چرا کلید نمیره تو؟ حتما گفت خراب شده. ای بابا حسین قطع کن من بهت زنگ میزنم. منو ببین تو همه به طرف زنگ میزنم. ببین کدوم گوریه. یه چیزی بهش بگو دیگه. راستش کن بابا. باشه قطع کن فعلا. چرا نمیره تو لعنتی؟ ها؟ ای دوست لعنتی. ببینم شما اینجا چی کار میکنی؟ کازه این دیگه کیه؟ صابخونه است. البته دامادشه. ببینم شما چجوری رفتین تو؟ کلیدو که دست منه. کلید ساز آوردیم. قفلو عوض کردیم. همشهری شما میخوای منو تو دردسر بندازین؟ برین از اینجا. چرا حرف ولیتون نمیشه؟ میگم قرارداد مرادو لغوه. از خونه بری بیرون. شرمنده داداش. ما از اون خونه در اومدیم. من چه؟ مگه من گفتم همچین کاری کنین؟ ببین خرت و پرتاتون رو جمع کنیم بریم. به خدا شکایت میکنم. بکش کنار ببینم. هی تو فکر کردی کی هستی؟ ما کرایه یه ساله دادیم. اجاره ناممون هم دستمونه. یه بار دیگه بیای دم در این خونه چنین بلایی سرت میارم. برا تو ببینم. این دیوونه ها کجا اومدن؟ ببین گیری کیا افتادیم. یه بیشرفا. خونه رو میفروشم. راه دیگه ای ندارم. فردا صبح اول وقت بریم یه بانگا. گرونی ها ارزونش مهم نیست. زودتر بفروشیمش. بابا جون ما چی کار کنیم؟ اینجا حرفیه دخترم. هرچی بشه همه با همیم. همه تو این خونه جا نمیشیم بابا. درویش رو همه جا منزل است دخترم. بابا 4 نفر ما، 3 نفرم خواهرم اینا. 7 نفر که جا نمیشن. 3 نفر خواهرت اینا؟ نایی مینام هست دیگه مگه نه؟ چیزه باباش به مینا اجازه نداده. فعلا بر نمیگرده. تو خوابگاه میمونه. ای وای چقدر ناراحت شدم. پس اون موقع 6 نفر اینجا جا میشیم. من تو سالون میخوابم. شما میرین تو اتاق من. خب بچه کجا باید بخوابه؟ چه بچه؟ چیزه ما اصلا فرصت نکردیم بهت بگیم بابا جون. من حاملم. خدا حفظش کنه. ایشالله این دفعه به سلامتی بچه تو بغل میگیری دخترم. ایشالله بابا. ایشالله. از صبح نتونستم باهات حرف بزنم ولی حق با بابامه. هیچ کس نمک نمیخوره نمکدونو بشکنه گل رو. آبجی اونا خیلی وقتی که از هم جدا شدن. اگه تو نزدیکشون نبودی شاید الان گلفام خانم آقا امید ازدواج کرده بودن. ها؟ گل رو چند بار بهت گفتم؟ چند بار گفتم ازش فاصله بگیر؟ ببین بار آخری که بهت هشدار میدم گل رو. دیگه آقا امیدی وجود نداره. فهمیدی؟ دیگه تموم شد. وگرنه ما رو از دست میدی. آبجی جونم من میدونم تو و آقا امید هم دیگر رو دوست دارین ولی آخه این چه کاری بود؟ اونم تو روز روشن وسط حیات خونه گلفام خانوم. همش فکرم پیشته. و
برای اینکه تو دردسر نیفتی زنگ نمیزنم. حالت خوبه؟ همه دارن سرزنشم میکنن، فردا هم دیگر رو میبینیم. جانر پاشو ما هم بریم، بابام هم خسته است، یکم استراحت کنه. پاشو بابا. نه نه نمیشه مسعوده، من امشب نمیتونم از اینجا برم، خیلی دلم واسه بابا تنگ شده. بابا بشین خواهش میکنم، سرپنمون. جانر چی میگی؟ پاشو دیگه پاشو. آخ بابا جون، آخ نمیدونی چی ها کشیدیم. میدونی وقتی که نبودی روم رو نشستم، نشستن چی حتی نتونستم نگاش کنم. هر وقت اون برای نگاه میکردم تو رو میدیدم که نشستی رو مبل، تو داری واس خودت روزنامه میخونی. اصلا خون به جیگر شدم، باور کن بابا جون. کشش نده جانر پاشو. نمیشه مسعوده، من نمیتونم امشب از اینجا برم، شب اول بابام اومده. ببین ما همینجا با هم همینطوری با خیال راحت میگیریم میخوابیم، تو هم برو اون طرف پاتو به سمت من درست کن، عالی میشه، یه پتو هم میندازیم رومونو نرم و راحت میگیریم میخوابیم. بابا ببخشید میشه بمونی؟ خب اگه اینطوریه بمونین، هرچی باشه بعد از فروش خونه با هم دیگه میمونیم. زنده باشه بابا، به خدا گل گفتی. آخش ما قرارداد تو دستمونه، هیچ کاری نمیتونی بکنی. دارم دیوونه میشم به خدا، قسم میخورم سرمو به این میز میکوبم، تو رو خدا یه چیزی به اینو بگو. آخه من چی بگم؟ به نظر من بیاین توافق کنین، کسی هم ضرر نمیکنه. ای بابا حسین جون چطوری توافق کنیم؟ همه دورم توی خونه زندگی کنیم؟ میگم باشه، پولتون رو تو ذره آخرش پس میدم. دیگه چیکار کنم بابا؟ مخارجمون چی میشه؟ چه مخارجی خواهر من؟ یه بار اسباب کشی کردیم، اگه دوباره بخوایم اسباب کشی کنیم 800 لیر باید پول حمل و نقل بدیم. 800 تو چه خبر بابا؟ مگه چی آوردی؟ دو تا بالش لاف دیگه. باشه بابا اونم میدم، شرتون کم. به بانگام پول کمیسیون داده بودیم، چقدر بود؟ 1100 تا دادم. بفرما. او چه خبره حسین؟ 1100 تا اینم از اون بخواین؟ چرا به من میگین؟ پول برکی دادن از همون بخواین، طرفم که اینجاست. نشد دیگه جانر، من شما رو من آشنا کردم، قرار دادم بستم، کار من تموم شد. حالا شما نتونستین توافق کنین، به من هیچ ربطی نداره. یعنی اونم میندازین گردن من؟ توف به اون روتون واقعا که. خب پول برخ هست، آب هست، گاز هست، تلفن هست، باید به خاطر همشون دوباره پول بدیم، روندش کنیم میشه 2500. اوه چه خبره؟ 2500 تا؟ شما دارین چی کار میکنین؟ تو روز روشن دارین دزدی میکنین؟ کلا بردارا رو باش. ببینم پدرزنت واقعا خبر داره این خونه رو به ما اجاره دادی؟ نداره مگه نه؟ فهمیده بودم. پاشو بریم کازه، پول بیاره تخلیه میکنی. این کیه؟ من پولو میدم خلاص میشم، ولی خدا به یارو رحم کنه، عجوزه که میگن همینه. گلفام خانم، آقا امید اومده تو سالونه. بگو همومه. چشم. گلفام خانم، هنوزم اینا رو نمیخواین رد کنین برن؟ هر روز یه مشکل جدید درست میکنن، دیگه نه صفایی مونده نه آرامشی، حتی به خاطر اونا مریضم شدین. چی کار کنم خالده؟ تا وقتی جهانو از اعتیادش به گرو نجات ندادم دست و پام بسته است. چی بگم؟ برم به جهان بگم گرو دوست پسر منو تور کرده، منم از استرس مریض شدم؟ حرف منو که باور نمی کنه. بعدشم رابطه‌ای که به زور درستش کردیم خراب میشه. نمیتونم ریسک کنم. باشه فهمیدم گلفام خانم.
آقا امید، گلفام خانم هموم هستن، اگه بخوای میگم بعدن زنگ بزنن. نه، اگه اتفاقی افتاد خبرم کن. بفرمایید اینجاست، من در براتون باز میکنم. آقا صالح، با 170 شروع میکنیم ولی اینجا 150 تا بیشتر نمیارزه. حالا دیگه باید بفروشیم هر چقدر. واسه دیدن خونه اومدی؟ ما اجاره کردیم. چی؟ بابا صاحب این خونه منم خانوم، به احد و ناسی هم اجاره ندادم. بابا من به پلیس زنگ میزنم. برای چی وایسادین؟ اصلا من به پلیس خبر میدم. سر صبحم دامادتون اومد اعصابمون رو خرد کرد و رفت. چی؟ جانه رو میگین؟ اون خبر داره؟ بله، اون این خونه رو به ما اجاره داده. پول یه سالم جلو جلو دادیم. صبح اومده میگه منصرف شدم از خونه بریم بیرون. من همچین بی‌آبرویی ندیده بودم. تا وقتی تو خونه مستاجر هست به این راحتی ها نمیتونین بفروشینش. بابا به خود من هیچی نمیدونم. منم همین الان شنیدم. خب انشالله گلتون پایین نره. اومد جانر مسوده. بابا جون میتونم توضیح بدم؟ تو چیو میخوای توضیح بدی بی بطر؟ آقا صالح تو باید چه دارم تی خونه من اجاره میدی؟ بابا جون تو خدا بابا بیرون با بیرم بیا الله بردن ولش کن. انشالله خدا زلیلش کنیم. حالا چی کار کنیم؟ تا وقتی پول اون آدمو پس ندادم نمیتونم یه نفس راحت بکشم. آروم باش بابا، شما هم ببخشید، ما هم شوکه شدیم. خیلی معذرت میخوام، بعدن به شما خبر میدیم. ببخشید. باشه بیا بریم بابا، بریم خونه اونجا حرف میزنیم دیگه. باشه بفرمایی. همین الان اینا رو بگیرین، داروهای گلفام خانومه. چی شده خالد خانم؟ اینا که برای قلبه. آقا امید نوشته. بازم حالش بد شد؟ اگه بعد از آبروریزی که دیروز راه انداختین بلایی سر گلفام خانوم بیاد و چیزیش بشه، قسم میخورم هم تو هم سرایداری رو آتیش میزنم. فهمیدی؟ یا دوباره بگم؟ حالشو ببر خانوم. قنچه با من کاری نداشته باش، حالم خیلی بده. حال تو بده یا حال گلفام خانم که داره جون میده؟ چی کار کنم مگه من کردم؟ عجب روی داری ها. مگه نشنیدی دختر جون دیروز بعد اون آبروریزی حالش بد شده؟ اگه من جای گلفام خانم بودم تو رو مثل یه سوسک لهت میکردم. عاطف ترگات مدیر گردشگری معروفی که ساختمان تاریخی کلانتری را برای تغییر کاربری به هتل خریداری کرده بود، به دلیل عدم رضایت از دکوراسیون داخلی بازسازی مجدد بنا را آغاز کرد. الو هاتف، من بابت همه این اتفاقا معذرت میخوام مرد. وقتی به رجب خان فکر میکنم ناراحت میشم. منو ببخش، تو اینای خیلی بدی کرد، به ناموسم تو این کرد. اصلا نفهمیدم چطور شد. کاش رامو میگرفتم و میرفتم. کاش من میمردم ولی باعث مرگ پدرت نمیشدم.
وقتی که موقع مرگ یکی برسه دیگه کاریش نمیشه کرد. خدا رحمتش کنه. آمین. روزی نبود که ازش کتک نخورم. حتی یه بارم درست حسابی منو صدا نکرد. به من میگفت آشغال بی مصرف. این چیزا سخته آقا ساله. هر طوری هم که باشه بی پدر شدن سخته. نمیدونم چی بگم. میدونم دیگه فایده نداره، ولی هم از تو هم از خواهرت خیلی معذرت میخوام. باشه بابا ساله، میدونم، میدونم چه اتفاقی بوده. من نتونستم از شما معذرت خواهی کنم. وقتی بابام گفت گلرو و دوکی و مست و سرخوش دیده، خون جلوی چشامو گرفت. بهم برخورد بابا ساله. از اون بوده بوده های مسخره عروسی تازه یه هفته گذشته بود. منم نگفتم شاید بابام مست بوده. فکر نکرده عمل کردم. متوجه این که دخترتو دزدیدم. شما منو ببخشین بابا ساله. معذرت میخوام. قسم میخورم دیگه هیچ بلایی سر گلرو نمیارم. بیا همه این اتفاقا رو فراموش کنیم مرد. تو هم از این به بعد پسر منی. دم شما گرم. ولی از این به بعد دیگه نه گلرو به درد تو میخوره نه تو. هم دیگه رو به عنوان یه دوست قبول کنین. بله جاهد جون، در اون مورد دارم حرف میزنم. مدیر گردشگری معروف هاتف ترگات. بله. نه جونم، فقط میریم غذا بخوریم، همینطوری میریم. آره، نقشه من یه چیز دیگه است. اگه نقشم بگیره امید متوجه میشه که چقدر در مورد گلرو اشتباه میکنه. عزیزم من بعدم برات جزئیاتش رو تعریف میکنم. باشه عزیزم، الان باید برم. بای بای. بیا تو. خیلی خوشگل شدی. ممنونم. چی میخوای قنچه؟ داروهاتون رو آوردم. تو این داروخونه نبود؟ یه کمی دنبالش گشتم. بدشون به خالده. انگار داریم میریم بیرون نه؟ من میخواستم ببینمتون ولی نشد. امیدوارم دیگه پیش نیاد. ممنون. آقا صالح چطوره؟ دیروز که اومده بود زیاد حالش خوب نبود. فکر میکنم از جریان خبر دارین. از گلرو خیلی دلخوره. بعدش هم که فهمید دیه رو آقا امید داده خیلی دیوونه شد. البته پولو بهش پس میده، برای همینم میخواست خونه رو بفروشه. ولی با خواهرم حرف زدم، اوضاع اونجا هم خوب نیست. خلاصه حالش خوب نیست دیگه. آخ من خیلی وقتتون رو گرفتم. امیدوارم زودتر خوب شین. تازه به همون تهمت دزدی هم زدن. شنیدی کافر؟ دزد که شا خودم نداره. رسما جیبامو خالی کردیم. من از کجا بدارم از خونه چیزی برنداشتیم؟ کافر همه را به کیش خود پندارد. ببین منو عصبانیم نکن، والا میرم دادگاه شکایت میکنم. بهتر شما عصبانیم نکنید. به خدا میدمتون دست پدرزنم. آقا تازه از زندان در اومده، یکی رو کشته بود. اون بیاد با کفن از اینجا میرین. بیا بریم. چی شد؟ کلیدار رو رد کن بیاد. بگیرینم کلیدار. حالا شد. آفرین، برین دیگه بر نکردین. خوش اومدی دوستای خدا نشناس. زود باش. زود باش. آخش حالا بیا واسه بابا ساله توضیح بده چی شده. ببین کره خرسر خود چه غلطایی میکنه.
این دفعه هرچی هم بشه نمیبخشمش مسعوده. بابا من به وکیل وکالتمو دادم. وقتی اون 4000 تا رو زرتی برد داد به محبوب خانم باید میفهمیدیم. بابا جون به خدا من خیلی شرمنده. تو که گناهی نکردی دخترم، تو هم بدشانسی که گیر همچین آدمی افتادی. حالا ولش کنین ببینیم چطور میتونیم این خونه رو بفروشیم. کاش زودتر فروخته بشه و من پول این مرده رو بدم. گلفم خانم، صالح خان خونه است؟ بله بفرمایید. خوش اومدین گلفم خانم، بفرمایید. قنچه به من گفت دارین سعی میکنین به خاطر پرداخت پول دیگه خونتون رو بفروشین. صالح خان، من میدونم شما چقدر آدم با شرافتی هستین. این برای من خیلی ارزشمنده. دوست ندارم احساس کنین به کسی مدیون یا بدهکارین. گلفم خانم، من نمیتونم اینو قبول کنم. ایشالا وقتی خونه فروش بره بیشتر قرضمو به آقا امید میدم، بقیشم هر وقت دستم اومد میدم. ببینی من میدونم چقدر به خاطر قرضتون به امید معذبی. قسمتی از این پولو به عنوان حق بازنشستگی خودتون بدونی. اینو حساب میکنم، از کل کم میکنم، بقیشم کار میکنین و تسویه میکنین. خیلی ممنونم گلفام خانم، خدا خیرتون بده. روز بخیر. روز بخیر گلفام خانم. من بدرقشون میکنم. باشه. اجازه بدین من در باز میکنم. روز بخیر. کجا میری؟ با گلفام خانم حرف دارم. برو کنار. ای بابا. بابا جون خونمون یادگاری مامانم از دست نمیدیم. بابا جون هی گلفام خانم، میشه 5 دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ فردا حرف میزنیم گلرو، الان یه قرار دارم. گلفام بی نظیر شدی. ممنونم. بفرمایید. آقا جهان براتون پنکیک موزی و سالاد درست کردم. خواهرتون رفته بیرون، گفت دیر برمیگرده، گفت حتما غذاتونو تا ته بخورین. گلرو قرار بود بیاد، قرار بود با هم تنها باشیم، ولی نیومد. بعد از بلاهایی که سر خواهرتون آورده هنوزم دارین میگین گلرو؟ چی داری میگی خالده؟ منظوره چیه؟ آقا جهان بالاخره یه نفر باید اینا رو به شما بگه. اون دختر یه شیطانه. شیطان خودتی. گلرو فرشته منه، فرشته منه. گمشم اینون، گمشم. شما از همه چی بیخبری. گلرو دوست پسر خواهرتون رو تور کرده، عاشق آقا امید شده. گلفام خانم دیروز به خاطر همین سکته قلبی کرده بود، چون آقا امید و گلرو تو حیات با همدیگه دیده داشتن همدیگه رو میبوسیدن. صالح خان موچشونو گرفته. داری دروغ میگی؟ تو دروغ میگی؟ این کار نمی کنه گلرو، نمی کنه گلرو، این کار رو نمی کنه، همچی کار رو نمی کنه گلرو، همچی کار رو نمی کنه گلرو، همچی کار رو نمی کنه. آروم باشین. خواهرتون برای اینکه شما رو ناراحت نکنه اینا رو به شما نمیگه، نمیتونه بگه. انقدر ریخته تو خودش که آخرش مریض شد. اگه به خاطر گلرو بمیره چی؟ اون وقت چه اتفاقی میفته؟ گ- گ-
کنکور همچین کاری نمی کنه، همچین کاری نمی کنه. برو بیرون، برو بیرون، برو بیرون، برو بیرون گمشد. اون فرشته منه، فرشته منه. امید همینجا به خاطر گرو جلوی چشم خودت چاقو خورد. به خاطر اینکه گلو رو بیرون نکردی خیلی ممنون. خواهش میکنم جان، به خاطر تو. ازت ممنونم، ازت ممنونم. نه بابا، حرفای علکی خبرنگاراست. امید دوست خیلی صمیمی منه، حتی در حال حاضر رئیس بیمارستانمونه. باید بگم خوشحال نشدم. راستش چند بار خواستم بهت زنگ بزنم ولی گفتم با یکی دیگه رابطه داری یا بیخیال شدم. خب دیگه چی کارا میکنی؟ جدیدترین کارم همون هتلیه که تو مجله راجبش خوندی. تموم که بشه خیلی عالی میشه. میگم کلوب رفتن و بیخیال شیم، به جاش بریم هتلت. اگه بخوای میریم، ولی هنوز خیلی کار داره، دکوراسیون و دوباره. آره میدونم داری تغییرات میدی، به خاطر همین میگم بریم. شاید برات یه پیشنهاد کاری داشته باشم. پیشنهاد؟ میتونم بخشی از کارو به عهده بگیرم، نظرت چیه؟ عالی میشه. وقت دارم گل رو. خیلی خوب باشه، میام سر کوچه دنبالت. باورم نمیشه هنوز دنبال اون دختر است. حالت خوب نیست؟ بازم اتفاقی افتاده گل رو؟ بیا بریم یه جایی حرف میزنیم. من باید برگردم خونه، بی خبر اومدم اینجا. باشه تو ماشین حرف میزنیم، بیا. اینطوری سردت میشه. گل رو چرا این کارو میکنی؟ چرا هم خودتو هم منو عذاب میدی؟ جز این که ناراحت بشم کاری از دستم بر نمیاد. به آخر خط رسیدی. امید خواستم برای آخرین بار با حرف بزنم، دیگه هم دیگر رو نبینی. بابا گل رو چندمین باره داریم در این مورد حرف میزنیم. بذار برم با بابات حرف بزنم، ازدواج کنیم تموم شه. نه نمیتونی، شدنی نیست. چرا این حرفو میزنی؟ هم تو الان مجردی هم من. میگم ازدواج کنیم، حرف بدی که نمیزنم. دیگه نمیتونم، نمیتونم قید بابامو خونه فاطمه گلفام خانومو بزنمو. آخه این چه ربطی به گلفام داره؟ با اینکه جریان ما رو میدونست حتی یک کلمه هم حرف بد نزد. هر کی بود خدا میدونه چی کارا میکرد. گلفام خانوم حتی بهمون کمکم کرد. یعنی تموم شد؟ ازم خیلی عصبانی هستی نه؟ تو فکر میکنی برای من راحته؟ فکر میکنی من عذاب نمیکشم؟ ما اینطوری داریم بقیه رو ناراحت میکنیم. بقیه برن به جهنم گل رو، این ما ایم که میخواییم با هم زندگی کنیم. ما
یا همدیگر خوشبخت میکنیم یا بدبخت. اگه دوتامون هم اینو میخوایم دیگه بقیه چه اهمیتی دارن؟ درکم نمی کنی. من نمیتونم. نمیتونم بدون رضایت پدرم همچین کاری کنم. باشه گلرو. اگه واقعا منو میخوای، اگه دوستم داری به من زنگ میزنی. منم نمیخوام این رابطه رو مثل بچه دبیرستانی یا اینطوری یواشکی ادامه بدم. میدونی اینجا قبلا چه شکلی بود؟ نه، اصلا توجه همو جلب نکرده بود. یه خرابه تمام عیار بود. پس در این صورت کارت فوق‌العاده است. عالی به نظر میرسه. بیا. بیا بریم توشم ببین. بفرمایید. من میخواستم آقا امید رو ببینم. آقا امید رفتن بیرون. اگه پیامی داریم بگیم بهشون میگم. نه، من میخواستم شخصا خودشونو ببینم. بگم کی اومده بود؟ من ساله هستم، باغبون گلفام خانم. تو میتونی بری. شما به چه جرعتی میتونین تا دم خونه من بیاین؟ میخواستم دو کلوم با امید حرف بزنم. آخه شما چه حرفی میتونین با امید داشته باشین؟ جاهد خانم، خواهش میکنم. اول قنچه، بعد گلرو و اون دامادتون. خجالت نمیکشین؟ از خانواده ما چی میخوان ها؟ گفتین قنچه؟ قنچه چی کار کرده؟ برین از خودش بپرسین، من با شما هیچ حرفی ندارم. شما چی دارین میگین جاهد خانم؟ از اتفاقایی که افتاده منم به اندازه شما ناراحتم. آه جدی میگین؟ ببینین به شما اخطار میکنم، اگه یک بار دیگه مزاحم خانواده من بشین ازتون شکایت میکنم. آخه مگه تو چپ و راستتو بلد نیستی دختر؟ بهت میگم برو به راست. منم راست خودتو میگی یا راست من؟ گیشتر از تو به خدا ندیدم دختر جون. بله بابا. تو چه غلطی کردی؟ چی دارین میگین آخه؟ من چیزی نمیفهمم. دارم از خونه جاهد خانم میام، اون راست میگه؟ مگه چی گفته بابا جون؟ من دارم از تو میپرسم چه غلطی کردی؟ بابا من کاری نگردم. مگه چی گفتن؟ چی شده؟ دیوونم نکن، چه غلطی کردی که زن اونطوری گفت؟ بابا کاش بدونم شما دقیقا چی میگی. گفت برو از دخترت بپرس، گفت خجالت بکش، نمیدونی چی کار کرده؟ حرف بزن. اون منظورش چیز بوده. چی؟ چیزه، چند وقت پیش اومده بود بیمارستان، من نشناختمش، اونم با هم یکم تند حرف زد. خب بعد منم ساکت نمودم و جوابشو دادم دیگه. به خاطر همونم زیاد از من خوشش نمیاد. چیز خاص دیگه ای نیست بابا جون، مطمئن باشی. خدایا ببین تو این سن به چه روزی افتادم. راست گفتن اونی که دخترشو نزنه فردا میزنه تو سر خودش. بابا جون بشینید، فشارتون میره بالا به خدا. تو هم به اون زنگ بزن بگو برگرده به خدمتش میرسم. باشه زنگ میزنم بابا. من اومدم بابا. کجایی تو دخترها؟ گفتم میرم پیش گلفام خانم، غیبت زد. بابا من با آقا امید حرف زدم. تموم شد بابا. میدونم باور نمی کنی ولی بینمون چیزی بیشتر از اونی که دیدی اتفاق نیفتاد. فردا با گلفام خانمم حرف میزنم. بابا نمیگم به هم اعتماد کن،
ولی خودت میبینی. از این به بعد فقط رو کارم تمرکز میکنم. از این زندگی چیز دیگه ای هم نمیخوام.